حس کرد. احساس میکنم از همان لحظه، اگرچه در میدان جنگ بودی، اما تنظیم رابطه ایدئولوژیکی دیگری با برادران و خواهران من، به خصوص همین خواهران جدید، در من به وجود آمده است. صحنه آنقدر صاف، زیبا و پر از صفای ایدئولوژی بود که نمیتوانم آن را به خوبی با زبان بس کنم. حتی رابطه خواهر و برادر خونی هم اینطور نیست. خواهران خود را فدای برادران میکردند و برادران حاضر نبودند شاهد این باشند که حتی یک خش با آنها بیفتند. این صحنه ها هیچ فراموشم نمیشود و در خلوت خودم این فیلم جلوی چشمم میگذرند و بعد اشک میریزند. در زمان دیگری وقتی لودر آوردند، با وجود ضربه های شدید آب فشار قوی، همه از خواهر و برادر رفته و جلوی لودر صف بسته و به او دستور حرکت دادیم که بیاید و از روی ما رد شود. راننده مقداری گاز داد و عقب و جلو کرد، ولی دید کاری نمیتواند بکند و نهایتا آن صحنه را ترک کرد. در نقطه دیگری که باز همین لودر داشت می آمد و مزدوران با چماق مقداری جلو آمده بودند، خواهر حمیرا مثل شیر جلوی آنها ایستاده بود. و باز در نقطه دیگری وقتی هیچ کس به خاطر ضربات مداوم چوب های زخیم و بلند نمی توانست یک قدم جلو برود، خواهرزاده تک و تنها خودش به میان مزدوران رفت، به طوری که مجبور شدند حملهشان را قطع کنند. شاید باورتان نشود، ولی به نظر من این صحنه ها خیلی از ارتشی هایی را که یک جو انسانیت در وجودشان بود را قفل و مات کرد. در صحنه دیگری وقتی ما را سنگ باران می کردند، سنگ ها درست بر روی محل تجمع خواهران فرو می آمد. در آن صحنه هر برادری با تمام تلاشش سعی می کرد سنگی را که از بالا و معلوم نبود کی و با چه اندازه فرو می آمد، قبل از خوردن به خواهران با دست خود به صورت سپر رد کند. اینجا بود که سر می شکست، دست می شکست. من خودم شاهد بودم که یکی از همین برادران سنگ تیزی محکم به سرش خورد و همونجا افتاد، در حالی که خواهران هم ایستاده بودند و فریاد می زدند الله اکبر. واقعا الله اکبر از این همه حماسه. قسم می خورم که در تمام این مدت 2 ساعت بلا 2 ساعت و نیمی که جنگ به شدت ادامه داشت، مزدوران از جایی که بودند حتی 2 متر هم نتوانستند جلو بیایند و چون خسته می شدند مجبور می شدند جایشان را با مزدور دیگری عوض کنند. و قسم می خورم که تا آنجا که به ما برمی گشت، صحنه انگار برای من صحنه غزوات حضرت محمد را تداعی می کرد که در کتاب ها خواندم. به خدا این را از ته قلبم میگویم، من هیچگاه در عمرم این چنین رابطه ایدئولوژیکی در یک سازمان ندیده بودم. اگر کسی معنی نوامیس ایدئولوژیک و گوهر بیبدیل را تا به حال نفهمیده، باید این صحنه ها را اگر فیلمش باشد خوب ببیند.
هنوز وقتی این صحنه ها را یادآوری می کنم عشق از چشمانم سرازیر می شود. بله، این همون عشقی است که از اوج این حماسه ها در می آید. بگذاریم. شیرین ترین لحظه این جنگ آنجا بود که خواهری که مثل شیر زخم خورده‌ای همش در تعرق بود و می‌غرید آمد و به خواهرانی که تا آن زمان و تا آن لحظه بی‌دریغ سنگ و چوب و تبر و چماق می‌خوردند و برخی از سرهایشان خون فواره می‌زد گفت: بچه‌ها، از این نقطه ما باید از خودمان دفاع کنیم و مانع کشتار کردن بیشتر از طرف آنها بشویم. گویی که هرچه انرژی در بدن ما بود آزاد شد، اما هیچ چیز در اطراف ما برای دفاع از خود وجود نداشت، فقط خاک بود و شن و ماسه و سنگریزه. خواهران همانها را چنگ زدند و حواله مزدوران کردند. به مصداق آیه ترمیهم به هجارت منسجی، به طوری که گویی تیرون عبابین با مأموریتی از جانب خدا برایشان بلا نازل کرده باشد، یا خوردن و یا مثل موش هر کدام به گوشه این خزه. ما همه خونیم و زخمی بودیم، اما گل از گل ما شکفته بود. میخندیدیم و مسخرهشان میکردیم تا جایی که فرماندهشان از موضع استیصال جلو آمد و گفت: آتش بس، آتش بس، ما دیگر کاری نداریم، شما هم قطع کنید. و آن روز در آن صحنه و در آن نقطه داستان درگیری ها قطع شد. آن روز بچه هایی در آن صحنه حضور داشتند که بعدا شهید شد. الان فرصت نیست، جای درد دل هم الان نیست. فقط میخواستم گزارش کوتاهی از صحنه های شورانگیزی که دیده و یا از سر گذرانده هم گفته باشم. ای کاش بتوانم در آینده حماسه این چند روز را به رشته تحریر و یا به تصویر در بیارم.